سلام و درود. دوباره من اومدم با یه داستانای دیگه. حالا به قول خودت میگن داستانای باور نکردنی، ولی باور کردنیه. آقا از همتون ممنونم، کانال منو خوب دارین همراهی میکنی، حمایت هم میکنی، لایک میکنی، کامنت میذاری، یعنی عشق میکنم وقتی این چیزا رو میبینم. یه دونه باشی تو این لایو هم که میای با هم دیگه خوشوش بکنیم، خیلی با هم آشنا بشیم، خیلی تو روحی هم تأثیر گذاشته. وقتی با شما تو لایف صحبت میکنم انقدر انرژی داری که آدم کیف میکنه، عشق میکنه. هی تا حالا کانال ساب نکرده، اونایی که تازه اومدن کانال رو صد دست ساب کنید، ویدیو رو لایک کنید بیشتر دیده بشن، بچه های بیشتری این ویدیو های من رو ببینن، کامنت هم بذارین، نظر بدی. بعد بگین چی کارا بکنیم، دوست دارین چه کاری انجام بدیم، چه کاری دوست دارین هستن انجام بدیم، ویدیوشو بگیریم براتون بذاریم که تا قشنگ اینجور چیز استفاده کنیم. آقا میریم سر اصل قضیه. دیروز تو لایف به بچه ها گل داده بودم در مورد یه سفری که تقریبا میشد نصف ایران رو گشتیم. ما تقریبا 7 سال 8 سال پیش بود، 3 نفر بودیم دیگه، من و امیر و رسول، پایه مسافرتیم دیگه. گفتیم آقا چیکار کنیم، بریم یه مسافرت، بریم کیش. به خیال خودمون گفتیم بریم کیش. اون موقع هم الان ارزوری بود، زیاد 7-8 سال پیش بود دیگه. آقا ما از اینجا نفری یه سوشرت پوشیدیم، کاپشن پوشیدیم، هوا سرد بود، تو عیدم بود. راه افتادیم که بریم، افتادیم تو اتوبانگوم به سمت پایین داشتیم فقط میرفت. آقا رسیدیم گم، اونجا یه استراحت کوچیکی کردیم تو همون عوارضی، بعد راه افتادیم. اینجا داستان خاصی فعلا پیش نرفته. راه افتادیم بریم یک سر تا خود اصفهان. آقا رفتیم تا خود اصفهان دیگه دم غروب بود. بعد ما توی چیز پادگان یه فرمانده داشتیم، بالا سرمون یه گروهبانی بود، فرمانده جانشینه فرماندهمون بود دیگه، یعنی وقتی فرماندهمون میرفت مرخصی این بالا سر ما وای میستاد. بعد به من خیلی میگفت، میگفت اومدی اصفهان 100% بیا پیشم. گفتم باشو چش میایم ببینیم دیگه، فقط نپیچونی. گفت نه بابا بیاد، ما اینیم بینیم. گفتم باش. آقا راه افتادیم بریم اصفهان. گفتم به رفیقام کلاس گذاشتم، گفتم آقا من اونجا چیز دارم فلانه، بیایم بریم. آقا رفتیم، رفتیم تقریبا 4-5 بعد از ظهر بود ما رسیدیم اونجا. یه یواشش داشت غروب میشد هوا. زنگ زدم به این، گفت آقا من امروز شیفتم، چون دیگه تو تهران کارش تموم شد رفته بودی شهر خودش بود، منم چند سال بعدش بهش زنگ زدم. گفت من شیفتم ولی یکی میفرستم دنبالت، با اون برین خونه، اگه چیز میزم نخوردیم بعضی رایی میگن و فلان. ما گفتیم باش بریم دیم. ساعت چند دقت کنی؟ ساعت پنج دقت کنین، حواستو باشه اینجا رو بهتون اینجا رو داشته باشی که وسط ها بهتون میام سر چیه. آقا ما وایسادیم اون آدرسی که اون لوکیشنی که داد، ما وایسادیم. بعد یه گفت پدر خانومم میاد دنبالتو. گفتیم باش. آقا رفتیم وازدیم دیگه، پدر خانومش اومد دنبالمون، اومد دنبالمون، نمیش کرد سوار چیز کرد دنبال ماشینش، راه افتادیم با ماشین خودمون رفتیم. رفتیم تا خونهشو رسیدیم، بعد پیاده شدیم رفتیم بالا، سلام علیک و فلان. اما یه این برادر خانومش اومد پیش ما، تقویه میشه بچه 15-16 ساله ای میشد. آقا اومد پیش ما، ما رو سرگرم کنه دیگه زورایی انگار. آقا این از ساعت 5 اینا با ما هی صحبت، یا تا شب ساعت 8 نو شب هی صحبت میکرد، مثلا یه حرفایی میزد آدم کرک و پراش میریخ. من جاسوسم و من ال کردم و من بل کردم، بلچسبت نانو میچسبونم به شورشی ها و بسیجی بود دیگه، از اون بسیجی ها، یعنی الان فکر کنم تو نظامه 100%، عشقش داشت. آقا من این رفیقم امیرم یه ذره بنده خدا هیکلش گنده مونده است، ولی اینجور چیزا خیلی میترسه، خیلی ترس داره اینجور چیزا. آقا این برگشت
ببین من چه شب روزه بریم گفتم بابا بذار شام بخوریم بریم. آقا بعد ساعت 9 اینا بود این پدرزنه اومد پیشمون گفت آقا ما شام خوردیم. بعد تعجب کردیم ما از ساعت 4-5 با ماست چه شام خوردیم؟ حالا قبل اینکه شما بیایم ما شام خوردیم. ساعت 4-5 شما شام خوردین؟ امیر به من چشمک زد گفتم پاشو بریم گفتم ندی دستتون در نکن ما هم دیداشیم میرفتیم اینم دیگه نیمد گفت آخه وسط شیفت شاید چیز کنم یه ساعت دو ساعت بیام پیشتون دیگه نیمد دیگه ما هم بریم از این اصرار از ما این کار گفتم ما شام خوردیم میخواین برای شما تخم مرغ بپزیم ندی دمت گرم دستت در نکن پذیرایی کردین از ما ممنون. آقا گیزت شاید پنجه بعد از دو شام بگاره اینجا بود یا فهمیده با اسرانی واقعا خسیزن واقعا خسیزن دیگه اومدیم بیرون را افتادیم بریم به سمت یه ساندویجی رستوران یه چیزی پیدا کنیم بشیریم یه چیزی بخوریم نیناجا گوشتگی میبردیم دیگه دیگه کمونده بود فرش رو سق بزنیم اونگه گوشنمون شده بود. آقا رفتیم یه ساندویجی پیدا کردیم زد تو خالی ساندویج رو زدیم بعد را افتادیم به سمت شاهرضا گفتیم ما تعریفش شنیده بودیم استراحتگاه داره گفتیم بریم شب اونجا بخوابیم رفتیم پیداش هم کردیم یه جای خوبم پیدا کردیم یه چادر هم زدیم قشنگ اونجا چای گذاشتیم پیشنیک میشی کرده بودیم چای گذاشتیم و شاید چای رو خوردیم بعد نشستیم برای صحبت کردن و خندیدن یا همین خاطره افتادیم اونا به من میگفتم بابا این فرمانده دوباره پیچون دا هیچی هم به ما نداد من انداخت بیرون خندیدیم به اینه هیچ دیگه تموم شد یارا فعلا میخوام اینو ادامهش بدم دیگه تا اینجاشو میگم فعلا بهتون حالا تا جاهای دیگه که میرسیم مثل شیراز و یاسوج پدرمون نرمن بوشهر و اینا هستن شرا توی قسمت بعدی اینا رو هم میبینین بچه ها این ویدیوهای قبلی من رو 100% نگاه کنید واش تایممون پر بشه لینکشون رو میذارم این بالا 100% بهشون سر بزنید چاکر تک تکتون هم هستم مثل همیشه جیبتون پر پول لباتون خندون همیشه خوشحال باشین توی لایو وقتی میام میبینم انقدر پر انرژی هستین انقدر خندون و خوشحال هستین کیف میکنم نه فداتون بشم مراقب خودتون باشین همه تون توی قلب منین دوستتون دارم تا درود دیگر بدرود.